دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. بفرمایید. این گارسونم که حالا دم به ساعت میاد میره. چی میگی؟ چی میخوای از جونم؟ استغفر الله. آخه دختر، دختر اومد اینجا چی کار کنی؟ این کار بده، مردم چی فکر میکنن؟ گوره باباشون. بله. بهت گفته بودم که نمیذارم از دستم درمی. گوشتون بچه، من اومدم اینجا که هر دومون از درد سر خلاص کنم. آخه ناسلامتی، من یه مردم، یه دختر نباید اینطوری بیا تو اتاق یه مرد تنها. برو بابا جون، برو قربونش برم. برو بعد به تلفن کنم. خب برو. بیا با هم ازدواج کن. نمیکنم. خیال کردی با بچه طرفی؟ تو هنوز منو نشناختی جوجه. اگه شناخته بودی میدونستی هنگامه که سریعه بشه دست به سرش کرد. تو حال هیچ بند خدایی نتونسته منو بازی بده. هیچ کس مخصوصا تو که اینقدر خودت مینارزی. کن جیر جیرم اگه به زبون خوش از این جنری یا خودم دست میگرم من جا مینارزی. اگه دیگه داری به من دست بزنی. نکن یارا، چه زیوری هم داره زیزت میکنم. میجا چی میکنی؟ مگه تو دراکوله ای آخه؟ گردنم چرا گاز گرفتی؟ یالا برو بیرون از اینجا، برو بیرون. دختر مسخره. نمیخوام برم. بله. این یکی رو خبر سابقه است. اینه برو حالا. مرشی آمم. مرشی بیتر میاد. مرشی کسیم. برو گم شو. ازت بدم میاد گله پوی. فیلم رامشگر با بازی منوچهر وثوق و روشنک صدر محصول سال 1355. جعفر تو شب عروسی به رقاصه‌ای به اسم شهین دل می‌بنده و به همراه دوستش جمشید به دنبال اون به شهر میره. جعفر شهین رو توی یه عشرتکده پیدا می‌کنه و مطلع میشه که اون اسیر دست اسماعیله. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. جعفر صبح به این زودی کجا بوده؟ کجا بوده؟ اون به خاطر اینکه شهینو از انحراف نجات بده خودشو به هر آب آتیش میزنه. چرا مزاحمم شدی؟ چرا نذاشتی بخوابم؟ خیال کردم از این کارم خوشحال میشه. از کدوم کارت؟ از اینکه یه چندرغاز پولا بردی ریختی رو سر صورت من؟ این پولا پول زحمت کشیدنه. من به خاطر تو هر کاری پیش اومد کردم که برات پول حلال بیارم. از فردا صبحم این کار رو دنبال میکنم. میخوام دیگه تو احتیاج که من از راه حلال به دست میارم زندگی کنی. چرا میخندی؟ برای اینکه تو آدم احمقی هستی. من خیال میکردم بعد از این همه مدتی که تو تهرون موندی یه چیزایی از زندگی فهمیدی، ولی میبینم نه، همون آدم ساده‌لوحی که بودی هستی. آخه چرا نمیخوای بفهمی؟ این پولا پول یه نوبت آرایشگاه رفتن من نمیشه. باش یه جفت کفش نمیتونم بخرم. شاید من تو رو دوست دارم. تو نباید با من اینطور رفتار کنی. من به خاطر تو پا به همه چیزم زدم. کار بدی کردی. حالا هم تا زوده برگرد به خونه و زندگیت. من یه روز آزادیمو با دنیا عوض نمیکنم. پولاتم بگیر. این پولا یه قوطی کرم صورت من نمیشه. امیدوارم که یه روز اصلا نتونی کرم به صورتت بمالی.
فکر میکردم که داستان فیلم اکبر دیلماج که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره. اکبر آقا که زن داره، سر راه دختر فرنگی قرار میگیره که برای نوشتن کتاب به ایران اومده. اکبر که از دختر فرنگی خوشش اومده، بعد از اینکه دختر کیف مدارکش رو گم کرد، دختر رو عقد میکنه. بخشایی از فیلم اکبر دیلماج رو با هم تماشا میکنیم. همه ماشالله زار ماشالله خیلی خوشگلی کی؟ آقا کی خوشگلی؟ چی؟ چی گفت؟ گفتی هزار ماشالله خیلی خوشگلی. من گفتم؟ آره؟ نکنه کاسه ای زیر نیم کاست باشه. بله؟ نه بابا، اگرم من گفتم که تو رو گفتم. چه عجب چه تو شده امشب فیلت یاد هندسون کرده. اوه چه بو پیاز میده، تو پیاز خوابیده ای ضعیفه. آخه زور آبگوش درست کرده بودم. بوی تو پیازه؟ تو پیاز شام دیشبمون بود. آره پری روزم کشکه بادم جون درست کرده بودم. خلاصه با بو هنات آشغالی میده جز بوی زن. حالا ما به هم زدیم، بلند شد دل رودم به هم خود. تازگی ها انگار از دماغ فیل افتادی. میدونم چه زیر سرت بلند شده. اگه خدا بخواد مشتو میگیرم و حق تو کف دستت میذارم. زن افسونگری به نام شراب بین رابطه پدر و پسری که بعد از سالها همدیگر رو پیدا کردن فاصله میندازه. زن به پسر علاقه‌مند میشه، اما چون پسر دختر دیگه‌ای رو دوست داره، رابطه این دو رو از قبل هم تیره‌تر میکنه. بخشایی از فیلم زنی به نام شراب رو با هم تماشا میکنیم. از من که بدت میاد، امیدوارم از دست پختم بدت نیاد. شما اصفهان غذا خوب میپزید. پدرت که زبون تو دهنش نیست، ولی من خواهش میکنم اگه موقع غذا میخوای دیر بیای اقلا بگو. چش درسه، من ازت میخوام که برای شراب بیشتر احترام قائل بشی. منظورت چیه پدر؟ منظورم اینه به چیز که قرار زن من بشه نباید احترامی کنی. من که به چیزی نگفتم، فقط گفتی تو زن افسونکاری هستی. من کاری هم چی حرفی زدم؟ من فقط دخم... فقط گفتی مثل مار مردا رو افسون میکنی. مردا رو من با کدوم مردی رابطه دارم؟ خجالت نمیکشه به زنی که میخواد زن پدرت بشه جای مادر تو باشه اینطور تو حرف میزنی؟ فهمیدم جای مادرم؟ من ننگ دارم از اینکه تو جای مادرم باشی. شنیدی چی گفت؟ این ننگ داره که من جای مادرش باشم برای اینکه خیال میکنه من زن بدنام و هرزه هستم. من اجازه نمیدم زنی که مورد علاقه منه بگی هرزه. من کی به اون گفتم هرزه؟ چرا گفتی؟ تو اگه پدرتو دوست داشتی به من توهین نمی‌کردی. من هیچ وقت ازش معذرت نمی‌خوام. هیچ کس هم نمی‌تونه وادارم کنه. نظر همینطور که به من توهین کرده به تو هم توهین بکنه. اگه منو دوست داری بزنش. یلا. براشو. سر من نباید ویزا بیفته. من شما سیه مرد چرا من باید از خودت دفاع کنم؟ راست من پیر شدم. اما هنوز خاطرات دارم پسرم وادار بودم. برکلا. از مستدنت خیلی خوشم اومد. بزنش، مجبورش کن به من احترام بذاره. یالا بزنش، بهش فرصت نده. فیلم کمدی شیر تو شیر با بازی فخری خردوش و پرویز کاردان محصول سال 1351. داستان راجع به کبرا با بازی فخری خردوشه که بعد از دو بار ازدواج ناکام به خونه برادرش برمیگرده. کبرا به عقد رجب علی با بازی پرویز کاردان در میاد. تو همون شب اول ازدواجم رجب علی رو از خونه بیرون میکنه و رجب علی هم به یه شهر دیگه فرار میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ممنون.
با اجازه شما. آجا مامو شادمان دست شما سپردم. با اجازه شما. بفرمایید شما جلوتر بجانم آجوها مبارک بشه شنا بفرمایید مبارک بشه بفرمایید فقط به پا خفه نگید انشالله مبارک خیلی ممنونم سرفراز فرمیدی خیلی متشکرم انشالله مبارک بشه خوشبخت بشه خیلی متشکرم خیلی ممنونم خواهش میکنم مبارک 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 خدایا خودت به خیر بگذرم چنون شرایطی گذاشتم که تا عمر درک بهش میزد و بشاد به من میگی همسن ننات هست چی شده تا خبره ملاب کنید اونی که تو بیمه مایی سند پرشکم مادر تو نیمده خدا برم رفت حالا نشونت میدم سب کنم همارا برم رفت بیچاره شدم خانه جرم